اما سوال اینه که تو این سامانه توجه کجا داره بازی نقش بازی میکنه؟ خب و چه ارتباطی بین توجه و هوشیاری وجود داره؟ گفتیم اون برنارد بارس که نویسنده اول کتابه خیلی حوزه هوشیاری رو خیلی دوست داره، بخاطر این تو هر فصلی که ایشون دستی بر آتش اون فصل داشته بالاخره هوشیاری حضور فعالی در اجزای مختلف فصل داره. خب به من بگید که این تصویر رو با هم ببینیم. گفتیم یک باتم آپ اتنشنال کپچر وجود داره، خب، و گفت و در کنارش یک تاپ داون والنتری اتنشن وجود داره. خب که این تاپ داون والنتری اتنشن همون اتنشن چیه؟ آگاهانه است، هوشیارانه است. خب یعنی اینکه ما هوشیارانه از بالا به پایین داریم چیکار میکنیم؟ انتخاب میکنیم که مثلا من انتخاب میکنم که الان خب حواسم مثلا به لپتاپم منعکس بشه، یعنی بیام لپتاپم رو نگاه کنم توی لحظه ای. خب یعنی توجهم رو برم مثلا توی یک نقطه خاصی. خب بعضیا باورشون بر اینه که هوشیاری در اون نقطه اتفاق میفته که ما به اون نقطه توجه میکنیم، یعنی بین توجه و هوشیاری یک ارتباط زیاد وجود داره. یعنی واژه توجه و واژه هوشیاری دو مفهوم نزدیک به همن. یعنی وقتی ما میخوایم به چیزی توجه میکنیم نسبت بهش هوشیار میشیم، خب ما میتونیم نسبت بهش هوشیاری داشته باشیم. همه این باور رو ندارم، همه قبول ندارن که ما به هر چیزی هوشیار هستیم لزوما بهش توجه داریم، ولی خب این باور تو کتاب شما حداقل پررنگه. یعنی معتقده که یه جورایی وقتی که ما یک تاپ داون والنتری اتنشن انجام میدیم یک کانشس ایونت اتفاق میفته، نسبت بهش هوشیار میشیم. این که حالا طبیعتاً چون که شما میگید ممکنه که ترکیبات مختلف از ارتباط اینها با هم وجود داشته باشه، یعنی اینکه مثلا همه اونهایی که ما بهشون توجه میکنیم هوشیارن، همه هوشیارا بهشون توجه میکنیم، یا لزوماً یه ترکیبی از اینها ممکنه باشه. حداقل اینو میتونم تاکید بکنم بهش که مدلی که خود برنارد بارز بهش اعتقاد داره معتقده که انگار یک صحنه تئاتری وجود داره و ما این توان رو داریم که نور رو بگیریم و یه جای خاصی از این صحنه بیاندازیم. خب و اون جایی از صحنه که نور میفته توش اونجا هوشیاری اتفاق میفته و یه جوری اون نوری که تو اون نقطه میفته همین اتنشنه. خب یعنی مدلی که برنارد بارز ارائه میده از هوشیاری مدل بهش میگن صحنه تئاتر. تو غیر از این قضیه باید توجه کنیم که وقتی میگیم توجه دو تا مفهوم تو ذهن میاد. یک، یه سیستمی که باید اون بالا واسه نور رو جابجا بکنه، خب، و یه جایی که نور روش میفته. خب یعنی دو تا جزء مستقل از همینجا وجود داره. میدونید؟ یعنی میخوام تاکید بکنم که یعنی یک سامانه باید وجود داشته باشه که جا رو مشخص کنه کجا بیفته، خب، و یه جایی هم نور میفته اونجا روشن میشه. راجب این صحبت خواهیم کرد در ادامه بحث که یه سری از عملکردهای حرکتی ما آگاهانه هستن، یه سری آگاهانه نیستن. خب و اینجا هم هستش که هوشیاری روش اتفاق میفته یا نمیفته. ولی باور این سیستم این شکلیه که اگه عملا ما یک رانندگی آگاهانه داریم میکنیم، مثلا همه حواسم الان کلاش گرفتم، الان گاز گرفتم، توجه هم داریم بهش انجام میدیم. بله، نکنید کنترل رو در واقع داره سنترال اگزیکیوتیو انجام میده. خب ولی منظورتون از هدف چیه؟ آه، منظورت اینه که اون سیستمی که داره از بالا نور رو جابجا میکنه کیه؟ سنترال اگزیکیوتیو. منظورتون در واقع صحنه تئاتره. صحنه تئاتر در واقع اینجاست، یعنی اون قسمت اون اطلاعاتیه که اومده و لود شده توی سیستم، اون اطلاعاتیه که الان یا رو اون اسکچ پد شما الان هست یا توی اون مجموعه در دسترسه.